استرون استیونسون، جنایت علیه بشریت و کشتار دیکتاتورها در اشرف و سوریه پیامد بیعملی غرب. استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق بیانیه‌ای درباره جنایت علیه بشریت در اشرف صادر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده است: نتیجه قابل پیشبینی شکست غرب برای اقدام در سوریه خود را در قتل عام وحشیانه افراد غیر مسلح در کمپ اشرف در عراق آشکار کرد. حوالی آخرین ساعات شنبه شب 31 اوت، چند گردان از ارتش عراق و نیروهای ویژه سوات که تحت فرمان مستقیم نخست ودیر نوری مالکی عمل می کردند، در پوش تاریکی شب به این کمپ حمله کردند. این قتل عام در اشرف به همون میزان قابل اجتناب بود که قابل پیش بینی بود. بسیاری از اعضای پارلمان ها، کنگره آمریکا، سناتورها و چهره های قضایی و نظامی در اروپا و آمریکا طی ماه‌ها بارها در این باره هشدار داده بودند. این پناهندگان که بسیاری از آنها را زنان تشکیل می‌دهند، مخالفین رژیم ملاها در ایران و مورد کینه این رژیم فاشیستی هستند. آنها در پی وعده‌های سازمان ملل و آمریکا که به سرعت به کشورهای ثالث امن منتقل خواهند شد، ترغیب به ترک اشرف خانه 30 سالشان شدند. آنها در حال حاضر در شرایطی قرار دارند که توسط یک گروه کار سازمان ملل شبه زندان نامیده شده است. در همین حال، بر اساس توافق با سازمان ملل متحد و ایالات متحده، 100 تن از ساکنان در کمپ اشرف باقی ماندند تا مذاکره ی حل و فصل اموال منقول و ثابت خود را که ارزش آن میلیون‌ها دلار بود را انجام دهند. وکلای انتخاب شده توسط ساکنان اشرف برای مذاکره فروش دارایی‌ها توسط رژیم عراق مورد تهدید قرار گرفته و وادار به کنارگیری شدند. در این حال نخست وزیر عراق نوری مالکی که طبق دستورالعمل حامیان خود در تهران عمل می کرد، در تلاشی برای بیرون راندن ساکنان و غارت اموال آنها دست به قطع آب، غذا و برق این کمپ زد. در حالی که بانکیمون، کاترین اشتون و اوباما دستان خود را در ضعف و ناتوانی کامل می فشارند، کشتار بیگناهان در سوریه و عراق و ایران ادامه می یابد. حکام تهران و بغداد هر دو از حامیان رژیم وحشی اسد در سوریه هستند و احتمالاً از اینکه غرب می تواند به سادگی از کشتار شیمیایی بیش از 1400 نفر از مردم دمشق و سوزاندن کودکان مدرسه با بمب ناپالم در حلب چشم پوشی کند، از خوشحالی دستان خود را به هم می مالند. در دورنج اشرف قابل اجتناب می بود اگر که غرب به اخطارها توجه می کرد.